بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم. امروز برنامه کردیم که در حقیقت همکارانمون که در شرکت ملی گاز و دیسپچینگ که در حقیقت کنترل میکنن تمام بخش‌های تولید و مصارف مختلف رو که حالا مصارف بخش خانگی و صنایع جز و صنایع عمده و نیروگاه‌ها و حتی تزریق در میادین ذخیره‌سازی رو که خوشبختانه آمادگی خیلی خوبی رو بنده برداشتم هست و با توجه به تعمیرات اساسی که ما در حوزه بخش بالادست میادین تولید گازمون صورت گرفته، تقریبا دوستان فرمودن تا فردا انشالله فاز 12 هم فاز 12 پارس جنوبی تعمیرات اساسیش به اتمام میرسه، یا آمادگی 100% انشالله در بخش بالادست رو داریم برای تولید گاز و همچنین پالایشگاه همون کلمدلله اوورهالشون انجام شده و نهایتا خطوط انتقال و ایستگاه‌های تقویت فشار که پیش می‌بینیم اینه که در حقیقت با برنامه‌ریزی که انجام داده شرکت ملی گاز و همچنین شرکت ملی پخش با ذخایر خوب سوخت مایع که در نیروگاه‌ها و صنایع داریم انشالله زمستان رو بدون چالش پشت سر بذاریم. خب توضیح دادن نسبت با توجه به نزدیک شدن به هوای سرد و فصل سرد مصارفون در بخش خانگی صنایع جزئی بالا رفته. من همینجا از هموطنان عزیز خواهش میکنم انشالله با برنامه ریزی که رو مصرف و کنترلی که انجام میدن قطعا این خب ذخایر خدادادی که خداوند به این ملت و این کشور عطا نموده حتما انشالله صرف جویی رو تو برنامه داشته باشن. امسال هم برای اون بخش از مشترکین پر مصرف و بگیم بد مصرف قطعا افزایش قیمت رو خواهد داشت اون و اون در حقیقت مشترکین ما که در سقف الگوی مصرف همون در حقیقت جداولی که تعریف شده در شرکت ملی گاز همون میزان قیمت پارسال هست، ولی برای اون مشترکینی که پر مصرف هستن یا بد مصرف هستن قطعا افزایش نرخ خواهند شاملشون میشه. و در بحث تولید خوشبختانه آمادگی 100% داریم، هم بحث میادینمون هم بحث پالایشگاه ها. در بحث تقریبا سوخت رسانی به نیروگاه هم من یه عدد رو امروز خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کنم که نزدیک به 3 میلیارد لیتر ما حجم ذخایر سوخت مایع رو در نیروگاه ها داریم که نسبت به سال گذشته 450 میلیون لیتر بیشتره و جای نگرانی نیست. الحمدلله رب العالمین با تلاشی که همکاران ما در حوزه انجام خواهند داد ان شاء الله تلاش میکنیم که زمستان بدون دغدغه و چالشی پشت سر بزنیم.